ایجاد آگاه و خردگرا تلاش می کند. با همکاری آرش، میترا، نیلوفر و سارا عباسی، کارگردان فنی سیروس گوهرپور، تلویزیون مهر، نویسنده و پاسخور سیاوش اوستا. در حیرتم از مرام این مردم پست، این مردم زنده کش مرده پرست، چون فرد بود زنده کشندش جفا، چون ما برندش سر دست. شعریست که از بچگی من تو ذهنم هست، نمیدونم من مال کیه و شایدم که اونطور که شاعر سروده نخونده باشیمش، ولی اکثر ما باهاش آشنا هستیم. با هیچ واقعا در حیرتیم از این مرام بدی که ما داریم، مرام بسیار بد، مرده پرستی در تمامی زوایای زندگی و تاریخ ما. یه عزیزی رو تا هست اینقدر آزارش می کنیم، اینقدر اذیتش می کنیم که حد و حساب نداره. وقتی که می میره می شینیم براش، عشق می ریزیم، گل می بریم، مهمانی می دیم، تسلیت می گیم و غیره. فرقی نمی کنه در درون خانواده ها، شوهر خیلی از خانواده ها مشکلات دارن، اینو میدونن، اینقدر همدیگر اذیت میکنن، ولی تا یکیشون میره اون طرف هم مثل یک کبوتری پرپر میشه، بعد از این مدتی جان میده و میره. ولی تا هستن قدر همو نمیدونن. بدون شک در این ماه های اخیر دو تا عزیز رو ما از دست دادیم، یکی ویگن نازنین بود و یکی سوسن بانوی گردآفرین، دلاور جوان مرد. سوسن باید میشناختید از نزدیک و ببینید چه اسطوره‌ای بود و ایران چه اسطوره‌ای رو در قرآن دست داد. من میخواستم برای شادروان بیگن عزیز هم یه برنامه ویژه برم، دیدم اینقدر همه دوستان محبت کردن برنامه غیره که دیگه، ولی میدونید دوستان و یاران مهربان، ما مردمی هستیم که فکر میکنم نفرین شده هستیم. این بر عزیزان ما، این کسایی که واقعا یک عمر زندگیشون رو وقف شادمانی، سرور، عشق، مهر، جشن، دستفشانی، پایکوبی ما کردن، یکی پس از دیگری در قربت میره بدون اینکه بزرگ داشتیم برای اینا ما برقرار کنیم و در هنگامی بودشون بهشون برسیم. همه هم گفتن و میگن ولی هی میگیم کو گوش شنوا. ما مدت هاست سخنران شدیم، هم بهترین سخنران ها ما هست، چه اونایی که پشت میکروفون هستید، چه اونایی که قلم به دست دارید، چه اونایی که در برابر دوربین می نشینیم و چه اونایی که به ما تلفن میکنن. تلفن چیا پاسخشون میدن. بهترین سخنران ها هستیم، بهترین نظریه پرداز ها هستیم، بهترین برنامه ریز ها هستیم. برنامه هایی می ریزن که بیا و ببین آقا چنان کنید چنان می جود، چنان کنید چنان می جود. اما عملاً در هیچ زمینه ای اونطور که باید گام بر نمیریم، تو میدون نمیریم، تو دل دشمن نمیریم. دشمن که همش شیخ و قدرت و استبداد و استعمار نیست، دشمن همین زندگی است، دشمن پیری است،
دشمن فرتوتیست، فرسودگیست، شکستگیست. برای عزیزان ما چرا اونا رو در نیابیم تا زنده هستن؟ در مورد سوسن عزیز بسیار شنیدیم، هر کسی ازش هزار یک خاطره داره، خاطرهای خوش شیرین با ترانه‌هاش، با برخوردهاش، با گفتارش، با مهربانی‌هاش. همه عاشقش هستن. سن از 4 ماه است. بچه خردسال من گرفته تا اگر مادر بزرگ من هم زنده بود با سوسن دوست داره. بچه من، فرزند من آب رو وقتی گویش کرد در آغوش سوسن کرد. سوسنی که خسته از راه رسیده بود، بر سفره ما نشسته بود، جمعی بودیم. مادرم میخواست یک مشروبی چیزی بهش تعارف کنم، ولی چون فرزند خردسال من در آغوشش بود گفت من آب میخورم. و بچه من برای نخستین بار آب رو اونجا تلفظ کرد و گفت منم آب. این بچه وقتی اون فیلم رو میبینه، اون تصویر رو میبینه، اون یادگار، اون صحبت، اون ترانه ها، عشق میورزه به سوسن. دیگه بگیرید تا خود ما بودیم. این عزیز تا وقتی زنده بود یکی از ترانه‌هاش رو پخش میکنیم که در پاریس اجرا کرده بود. میبینید در اونجا میگه که برای اولین باره که من خاطرم جمع، پولم اول گرفتم، بیشترم گرفتم، راحت و راضی هستم. بعد از سالها مبارزه در میدان هنر، مبارزه است، اینو خودش اینو نبرده. سوسن بگه که من برای اولین باره که اطمینان دارم کار میکنم، چون دستمزدم رو اول گرفتم. یعنی حتی برای پرداخت دستمزد این بزرگ بانو کوتاهی میکردن. چه برسه که بگیم آقا بیانید صندوق درست کنید، کمک کنید. درست کردن صندوق ننگ نیست، عیب نیست. یکی از عزیزان من شهیدم گفت سوسن میلیونر بود، میلیونر مار. بله، چون روان و روح غنی و ثروتمندی داشت. بله، میلیونر مرد، ثروتمند مرد، چون ثروتی که او داشت هرگز از دست نمیره. اما این صندوق رو ساختنش، ما که همه آواره هستیم، تبعیدی هستیم، در داخل کشور خودمون نیستیم که بگیم صندوقهایی برای هنرمندان درست بکنیم، صندوق بازنشستگی باشه و غیره و غیره. در همین خارج از کشور میتونستیم و میتونیم این کار رو بکنیم. بارها گفتن، سالها گفتگو شده، ولی هرگز بهش عمل نشده.